درود بر شما. ساعت 9 شب به وقت کابل است. این در افغانستان کانشال هستید. از استودیوی لندن من سمیرا رسا هستم. و از استودیوی واشنگتن دی سی من فواد امان هستم. سرخط خبرها. ایستادگی یک مادر در برابر یک آخوند در ایران، عکس گرفتن مخفیانه ی آخوند از زنی در قم، صحنه ای از مخالفت و مقاومت مردم را رقم زد. حذف چهره مقام قرقیزستانی در خبر طالبان، خبرگزاری باختر عکس گرفتن معاون وزارت خارجه، معاون وزارت انرژی قرقیزستان را که یک زن است سانسور کرد. اعتراض شدید وزارت خارجه طالبان به گزارش اخیر سازمان ملل. این سازمان افغانستان را کشور در حال جنگ و منبع خطر برای کشورهای دیگر معرفی کرده بود. و مردی که زن او را به قدرت رساند، رئیس جمهور جدید پاکستان چه کسی است؟ خوش آمدید به این مجمع خبری تحلیلی که در آن به مهمترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان می‌پردازیم. و از همیرا با این خبرم آغاز کنیم که جمعی از مردم در یک شفاخانه در شهر قم ایران با یک آخوند درگیر شدن و باعث شدن در واقع آن آخوند از محل فرار کنه. دلفات خیلی جالب است و تصاوری که به افغانستان تنشان رسیدن نشان میدهد که این آخوند به بهانه حجاب از زن جوان و فرزندش مخفیانه عکس میگرفته و وقتی زن متوجه این عمل شده از روحانی خواسته عکس را حذف کنه. و در این تصاویر واضح دیده میشه که آخوان امتناع میکنه، مردم از زن در واقع حمایت میکنند و سرانجام روحانی با سرعت از محل فرار میکنه. تصاویر این ماجرا را با هم میبینیم و بعد بیشتر در موردش بحث خواهیم کرد. بله. I'm taking this.
پگاه بنی هاشمی حقوقدان از شیکاگو و محسن بانو هاشمی، تصاویر دیدین خیلی ناراحت کننده است. فکر میکنین که هدف این روحانی از تصویر برداری از زنی که روسری ممکن تصادفی از سرش افتاده باشه چیست؟ این روحانی با این تصاویر ویدیویی میخواست چه کار کند؟ درود به شما و بینندگان عزیز. ببینید، واقعا همطور که شما اشاره کردین، دیدن این صحنه ها به زحمت آدم واقعا احساساتی میشه و بسیار ناراحت. تصور کنید در یک محیطی که شما بچه رو کوچیکی رو این خانم بغل داره و میره به بیمارستان، میتونید تصور بکنید که هر کدوم از ماها که اگه در این شرایط باشیم چه شرایط سختیه، چقدر خودش در واقع حامل یه عالم استرس و استرابه. وقت در همین شرایط که این خانم بچه به بغله و همطوران که در تصاویر میبینین، حداقل مانتو روسری دورشه، حالا یا میفته یا به هر ترتیبی، ولی مانتو تنشه، یعنی اصلا لباس کاملا هم پوشیده هم داره. اون وقت ببینید این اوج رزالت یک شخصیتی هستش که اصلا اولا دست به این حرکت میزنه و به خودش اجازه میده که بخواد از فرد دیگه ای تصویر برداری بکنه. اما غیر از رزالت و پستی که این فرد در این تصویر نشون میده، ما باید این رو در واقع از حکومتی بپرسیم که تبلیغ کننده اینجور رفتارها هست، یعنی مبلغ این هست و تشویق میکنه افراد رو که در حیطه خصوصی مردم دخالت بکنن، از افراد تصاویر خصوصی تهیه بکنن و خدا میدونه که حالا این فرد میخواسته این زن رو در واقع ریپورتش رو بده، بخواد خبرش رو بخواد اعلام بکنه یا بخواد در اینترنت بذاره، یا حتی خدا میدونه اگر هزاران مریضی دیگه بخواد پشت سر این حرکت زشت باشه. و در آخرم میبینین که به اصطلاح این خانم با فریادهایی که میزنه از هوش میره، یعنی یه فردی که خودش در واقع در شرایط استرسا میاد، اصلا محیط بیمارستان محیط به اصطلاح راحتی نیست، به تبدیل میشه به یه حرکتی که خود این مادر این چنین از حال و از حال میره. بله بله بانو هاشمی، مردم هم در واقع واکنش نشان دادن و در حمایت از این زن با روحانی درگیر میشن. آیا این بیانگر بیزاری مردم از آخوندها به خصوص در شهر قم است؟ این خیلی نکته خوبیه، برای اینکه دقیقاً شهر قم ما میدونیم که یه شهریه که زمانی اکثریت غالب اون زنان در جامعه قم در واقع با مجبور بودن با چادر مشکی همیشه حضور داشته باشن و خود این الان نشون میده که این حرکت خیزش زنان تا چه اندازه فراگیر بوده که در یک شهری که همیشه مذهبی بوده و همیشه در واقع اکثریت زنان اون با پوشش حجاب چادر ظاهر میشن، زنان دیگر به کمک این زن و در تصویر باز هم میبینید که متاسفانه بعضی از زنان تلاش میکنن که خانم رو منصرف بکنن از اینکه بخواد حق خودش رو بگیری بکنه، اما زنان دیگری هم هستن که اونها با مانتو روسری و یا حتی با چادر به اسلام میان کمک میکنن و میخوان که در واقع مسئله شفاف سازی بشه. اون چیزی که مشخصه این هستش که ببینید این حرکت تا چه اندازه در واقع وقیحانه است، این فرد در واقع عبا عمامش هم میندازه و میخواد فقط از این محنکه جان سالم به در ببره و نشون نده و لجبازی میکنه و حاضر نیستش که در واقع بخواد این مسئله رو پاک بکنه. اگر ما یک سیستم قانونی مناسب در ایران داشتیم، امروز این خانم میتونست شاکی باشه، در دادگاه در واقع دادخواست کیفری حتی تنظیم بکنه و برای این مزاحمت خیابانی میتونیم اسمش رو بذاریم، یعنی ما دقیقا ماده‌ای داریم در قانون مجازات اسلامی که به این مزاحمت‌های این چنینی باید رسیدگی بکنه و این فرد بی‌بایست که در واقع در دادگاه به جرمش رسیدگی بشه. متشکرم. سپاسگزار هستم از پگاه بنی هاشمی، حقوقدان از شیکاگو، ایالات متحده آمریکا. خبیر کل سازمان ملل در مورد وضعیت حقوق زن در سراسر دنیا هشدار داد و که در مجمع عمومی این سازمان سخن می گفت، وضعیت زنان در افغانستان را نگران کننده دانست. جهان شاهد عقب‌گرد در مورد حقوق زنان است که این مسئله جلو پیشرفت را در کشورهایی در حال توسعه و توسعه یافته میگیرد و حتی در برخی موارد معکوس میکند. بارزترین مثال افغانستان است، جایی که زنان و دختران از سیستم آموزشی، کار و بیشتر مکانهای عمومی منع شدند. جمعی از افغانها در استکهلم سویدن با اجرای نمایش خیابانی شرایط و وضعیت زنان افغانستان را در حاکمیت طالبان بازگو کردند. آپارتاید جنسیتی طالبان علیه زنان موضوع اصلی این نمایش است. ما
همکارم نجوا عالمی از استکهلم با ماست. نجوا، از این نمایش بیشتر برای بیننده های ما بگوین که چه صحنه های داشت و هدف از برگزاری نمایش در واقع چی بود یا چی است؟ ببین فواد، امین حالا نمایش جریان داره. گروهی از دخترها هستن که نقش زنان معترض بازی میکنن و در یک طرف این میدان هستن و یک تعداد از افغانای دیگه که با لباس با پوشش طالبانی هستن در دیگه طرف، و دخترها با شعاری که دارن، صحبتایی که دارن، شعار میتن که حق کار و آزادی و همچنان تحصیل خودم یعنی، ولی این طرف در مقابلشان طالبها به اونا حمله میکنه و بنوی تلاش میکنن که مانع اونا شون یا مانع شعار دادنشون. یعنی اینجا به شکلی نمایش گذاشتن که چگونه بر دخترانی که در خیابان میرن و حق آزادی میخوان و حق تحصیل و کار میخوان، چه برخوردی از طرف طالبان صورت میگیره که دمین همین حالا هم این نمایش جریان داره که شما در یک گوشه از تصویر میبینید که چگونه یک دختر شاندن و لباسی که پوشش طالبانی هست، دو فرد در اطراف این خانم دور میزنن که این تئاتر که نمایش گذاشته میشه در اصل آپارتایت جنسیتی در افغانستان در مقابل زن آن توسط طالبان نشان میده که روایت میکنه که در طی بیشتر از دو سال بر زنان افغانستان تحت حکومت طالبان چی گذاشته و در کناری که از همه حقوق خود محروم هستن توسط گروه طالبان محکوم میشن و یا هم زندانی میشن. که من کنار خود خانم ویژدان دارم که مسئول یا هم رئیسش انجمن افغان ها هستن و باید تذکر کنم که انجمن افغان ها این نمایشگاه را برگزار کرده. خانم ویژدان، شما سخنرانی داشتین و دست سخنرانیتان خواهش کردین که آپارتاید جنسی در افغانستان محکوم شوه و یا هم از آنان افغانستان حمایت شد. به نظرتان امروز این نمایش چقدر میتونه تصویر واقعی طالبان و مردم سویدن نشان بده؟ خب ما آواز خود بلند میکنیم، حمایت از خانمایی که در افغانستان در کنج خانه ها ششتن، ما از اونها حمایت میکنیم، صدای خود بلند میکنیم. یکی چقدر در تاثیر داره در دنیا او بس دیگه است که من نمیفهمم تا چقدر، ولی ما تلاش خود میکنیم. دقیقاً من واقعا همیشه میبینم تصویری است که مثلا در داخل خود افغانستان جریان داره و به نمایش گذاشته میشه و این طرف هم مردم سویدن در حال تماشا هستن که در داخل افغانستان چی میگذره. بازی این به نظر شما به حیث یک زن چقدر میتونه حتی تمثیل این کار برای یک زن افغان مشکل باشه و یا همچی پیام میتونه در خود داشته باشه؟ خب بالاتر از تصور است که آدم تحملش کنه که اینمی وضعیت ببینه، ولی چیزی که واقعیت است در جامعه ما امیال جریان داره و امی در برابر زنها همچو اعمال صورت میگیره. با او خاطر ما خواستیم به دنیا نشان بدیم که خب به شکل یک نمایش تمثیل کنیم اینمی را که در جامعه ما اینمی چیز خیلی ممنون جریان داره و مردم ببینه با واقعیتش هم به شکل تمثیلیش ببینن. خیلی ممنون، تشکر میکنم. ممنون از شما، تشکر میکنم. و فواد، باید تذکر کنم که در کنار ای که نمایش دارن همچنان اینا بخشای دیگر از این برنامه دارن که شامل سخنرانی میشه و همچنان صحبتی از اطفال خرد که دخترای خرد که از ای که نمیتونن در داخل افغانستان محروم هستن از مکتب رفتن نیز است در این برنامه. خیلی ممنون نجوا. خبرگزاری باختر تحت حاکمیت طالبان چهره نماینده قرقیزستان در هنگام امضای پروژه کاسا 1000 را سانسور کرد. قرارداد آغاز کار عملی پروژه کاسا 1000 میان چهار کشور قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان امضا شد. خبرگزاری طالبان در عکسی که از لحظه امضای این قرارداد منتشر کرده، چهره معاون وزیر انرژی قرقیزستان نازگل اوسینوا را به گونه چار کرده است که صورت او به درستی مشخص نیست. قرقیزستان تاکنون در این ارتباط واکنشی نداشته است. فاضل سانچورکی نویسنده و روزنامه‌نگار را از ترکیه در این مورد با خود داریم. آقای سانچورکی، خیلی جالب نیست به نظرتان حالا بحث‌های دیگه عمل کرده که در مورد زنان افغانستان طالبان انجام میدن، بحث سبقه دینی براش میدن، حالا بحث شریعت را در میان میگذارن. واقعا در این مورد که روی یک خانم را حالا که از لحاظ شرعی هم خیلی هم مشکل نداره که میان سانسور میکنن، واقعا چه توجیه میتونه داشته باشه؟ با درود به شما و بیننده های محترم، ببینید اخیراً طالبان قدم های بیشتری در جهت بازگشت به دوره اول اداره خود برداشتن. میدانیم که در دوره اول حاکمیت طالبان تمام تصویربرداری و رسانه‌های تصویری و اینا ممنوع بودند و همچنین حضور زنها و چهره و سیمای زنها به صورت مطلق ممنوع بود. حالا بعد از
دو نیم سال آهسته آهسته به طرف همی اداره گذشته خود قدم برمیدارن، چون که شما اخیرا شاهد بودین که والی قندهار ملا شیرین تصویر برداری را در واقع حرام دانست، از رسانه ها خواست که از مقامات طالبان که اجازه ندن تصویرشان برداشته شد و تصویر باندار حتی گفت حرام است، و همچنین رئیس دعوت و ارشاد طالبان در کابل تصویر جاندار یا تصویر چهرهای افراد زنده را نوع گناه کبیره دانست، و این نشان می‌دهد که تا چه اندازه این گروه به تهجر و به دوگماتیزم روی آوردن و به ما شریعت مندر آورده خودشان اینا بازگشت میکنن و پوشاندن یا سانسور. اما آقای سانچارکی، بله، جالبتر از این بحثی است که حالا این سانسور را طالبان برکی میکنن. خب وقتی که این خانم آمده، خب با مقامات طالبان دیدار کرده، وقت مقامات دیگه میای روزاتان بیان می هناربانی میای خبرنگارای دیگه میاین، آقای وزیر خارجه را میبینن، وزیر حالا هر مقام دیگه طالبان را میبینن، او رویش سانسور نمیباشه و بر رویش هم کدام پرده برای حجاب نیست، این سانسور را بر کی میکنن؟ بر خودشان حلال، بر مردم حرام؟ سوال بسیار جالبی است، در حالی که با گفته شما این خانم با مقامات مختلف طالبان دیدار میکنه، در یک جلسه میشینن رو در رو صحبت میکنن، اما وقتی که قرار است که تصویرش نشر شود، این تصویر را سانسور میکنن. یعنی مردم افغانستان حق ندارن که چهره و سیما این خانم را ببینن یا هر خانم دیگر، اما خود رهبرای طالبان حق دارن که ساعتها با اینا بشینن در یک مهمانی، در سر یک میز یا در رو در یک دفتر، اما این چهرهش نباید که مردم افغانستان ببینه. این واقعا جای تعجب و شگفت‌انگیز است که این تناقض و این تضاد و تعارض باید خود طالبان پاسخگو باشند که به چه معناست این سانسور کردن و چه معنا میتونه راقی. هنوز که طالبان در هر مورد ساکت بودن، مطمئنا در این مورد هم صحبت نخواهد داشته باشند. تشکر میکنم از شما آقای سانچورکی که صحبت کردین. از شما بیننده هم تشکر که تا حالا با افغانستان اینترنشنال ماندین. نگاه همی داشته باشیم به چند خبر کوتاه دیگر از افغانستان. امروز 19 اوت است. 4 سال پیش در چنین روزی در افغانستان دو مدعی ریاست جمهوری سوگند وفاداری یاد کردند. هم عبدالله عبدالله و هم اشرف غنی خود را پیروز انتخابات میدانست. محمد اشرف غنی با حضور سفیر و نماینده ویژه آمریکا در ارگ ریاست جمهوری مراسم تحلیف را برجا آورد که در جریان آن صدای انفجارهای هم در محل شنیده شد. عبدالله عبدالله دیگر مدعی برندگی مراسم سوگند ریاست جمهوری را در قصر سپیدار برگزار کرد. طالبان از امضای قرارداد پروژه کاسای 1000 میان کشورهای قرقیزستان، ازبکستان، افغانستان و پاکستان خبر داده است. سخنگوی طالبان با انتشار اعلامیه این پروژه را حیاتی دانسته که برق را از آسیای میانه به جنوب آسیا منتقل می کند. پروژه کاسای 1000 از سوی بانک جهانی حمایت می شود. طالبان گفته کار عملی آن تا اواخر ماه آینده میلادی آغاز خواهد شد. گردشگری در افغانستان نسبت به سال گذشته میلادی دو برابر شده است. اسکای نیوز در گزارش درباره یک شرکت گردشگری انگلیسی نوشته که گردشگران ماجراجو با وجود هشدار دولت بریتانیا سفر به افغانستان را به هر مقصد دیگری ترجیح میدهند. افغانستان جاذبه های گردشگری تاریخی فراوانی دارد و در گذشته یکی از مقاصد جذاب گردشگری بوده است. رمضان در حال از راه می رسد که 28 میلیون نفر در افغانستان با فقر و گرسنگی دست پنجه نرم می کنند و محتاج کمک های خارجی هستند. اما چرا تاجران مسلمان در این ماه به جای تخفیف آوردن در قیمت ها بهای مواد خوراکه را افزایش می دهند؟ زکریای نایبی در گزارشش به این موضوع پرداخته. لشکرگاه، مرکز ولایت هلمند در جنوب افغانستان. مردم در حال خرید خرما و آماده شدن برای ماه رمضان. خرما در ماه رمضان مشتریان بیشتری دارد. دغه د پاره وړو دغه د پاره د ترخته اول روزه مات په خلک په دغه خرما باندې کوي د سواد ذاتي. موږ هم دغه د پاره د خرما رانی سواله وړو دی یا روزه مات باندې خرو. با آمدن طالبان شرایط اقتصادی برای شهروندان افغانستان دشوارتر شد. بیکاری و فقر در کشور گسترده و فراگیر است. گزارش های سازمان ملل نشان می دهد که بیش از 28 میلیون نفر، یعنی 2/3 جمعیت، برای بقا
و کمک های بین المللی متکی هستند. گرسنگی کشیدن یکی از شرایط روزداری است. کسانی که در افغانستان همواره سفره‌شان تهی از نان بوده، ممکن است رمضان برایشان ادامه تحمل گرسنگی باشد، نه آغاز آن. افغانستان در یک شرایط به خصوص خودش قرار دارد. فقط از یک طرف و در پالوش نبود نقدینگی ها جانب دیگه، سطح بلند فقر، سطح بلند بیکاری و در پالوش هم یک نبود باورها و بیباوری ها و در پالوش هم همچنان یک وضع تعاملات سیاسی خراب برای منطقه و دنیا، یک وضع بخصوص را در افغانستان بوجود آورده. معاون شورای وزیران حاکمیت افغانستان مولوی عبدالکبیر میگه که از دنیا خواهش میکنه که ما بر یک وضعیت نیستیم که بتونیم در مقابل فقر که دامنگیر افغانستان از در مقابلشون مبارزه بکنیم. علیز از این لحاظ اونا تشویق میکنن دنیا را و خواهش کردن که با افغانستان کمک کنن تا بتونیم همین سطح فقر را تا نگاه کنیم خوبتر است. گرسنگی و فقر تنها دامن افغان‌ها را نه، بلکه دامن مردم در ایران و پاکستان را نیز رها نمی‌کند. من با 20,000 کالدار به بازار آمدم، اما نتوانستم اجناس مورد نظر برای ماه رمضان را تهیه کنم. اشکهایم را می‌بینید؟ مسئولین نیز می‌بینند. وضعیت خوب نیست، گرانی زیاد است. حکومت باید رسیدگی کند به این موضوع. تنها با دو بسته رمضانی مشکل حل نمی‌شود. باید فکر اساسی شود. ماه رمضان را ماه با خبر شدن اغنیا از وضعیت فقیران دانستند، اما همه ساله افزایش قیمت مواد غذایی در آستانه رمضان و در طول این ماه نشان می‌دهد که ممکن است برخی تاجران مسلمان اعتنایی چندان به دستورات دینی نشان نمی‌دهند. اما دیده شده که فروشندگان غیر مسلمان در کشورهای خارجی در این ماه تخفیف‌های ویژه برای مشتریان قائل می‌شوند. زکریا نویبی، لندن. و شما همچنان بیننده ادامه مجموعه خبری تحلیلی ما همزمان از استودیوهای واشنگتن دی سی و لندن هستین. نگاه دوباره می‌داشته باشیم به سرخط خبرها. ایستادگی یک مادر در برابر یک آخوند در ایران، عکس گرفتن مخفیانه آخوند از زنی در قم، صحنه ای از مخالفت و مقاومت مردم را رقم زد. حذف چهره مقام قرقیزستانی در خبر طالبان، خبرگزاری باختر عکس معاون وزارت انرژی قرقیزستان را که یک زن است سانسور کرد. اعتراض شدید وزارت خارجه طالبان به گزارش اخیر سازمان ملل متحد، این سازمان افغانستان را کشور در حال جنگ و منبع خطر برای کشورهای دیگر معرفی کرده بود. و مردی که زن او را به قدرت رساند، رئیس جمهور جدید پاکستان چه کسی است؟ وزارت خارجه طالبان به گزارش دبیرکل سازمان ملل در شورای امنیت شدیداً اعتراض کرده است. طالبان گزارش آنتونیو گوترش را جانبدارانه و غرض‌آلود خوانده است. سرمنشی سازمان ملل از وضعیت حقوق بشری، اختلافات داخلی و خشونت‌ها در افغانستان انتقاد کرده بود. نصیر بهزاد جزئیات بیشتر می‌گوید. وزارت خارجه طالبان در واکنش به گزارش دبیرکل سازمان ملل در شورای امنیت آن را ناقض و مکانیزم تهیه آن را غیر علمی خوانده است. طالبان مدعی شده که در گزارش سازمان ملل رسیدگی به حوادث، موضوع حقوق بشر و اجرای قانون از سوی این گروه اقدامات قومگرایانه دانسته شده. وزارت خارجه طالبان به این نکته هم اعتراض کرده که افغانستان به عنوان منبع بالقوه خطر برای دیگر کشورها معرفی شده است. طالبان یافته‌های گزارش دبیرکل سازمان ملل را جانبدارانه خوانده و برخی اقدامات این نهاد را خارج از مأموریت آن عنوان کرده است. در گزارش سازمان ملل به اختلافات داخلی طالبان و خشونت‌ها نیز اشاره شده، اما وزارت خارجه این گروه چند پارچگی در تصمیم گیری ها را رد کرده است. این وزارتخانه طالبان در اعلامیه خود به تعامل سازنده و هدفمند با کشورها تاکید کرده. اعتراض شدید طالبان در حال است که دبیرکل سازمان ملل از عقبگرد در همه عرصه‌ها
و نقص گسترده حقوق بشر در کشور ابراز نگرانی کرده است. و در این مورد صحبت میکنیم با جناب سید اکبر آغاز و پیشین رهبری گروه طالبان که از کابل با ما هستند. تشکر از فرصتتان. حالا طالبان گزارش سازمان ملل را مغرضانه و جانبدارانه میخواند. چی فکر میکنین که طالبان اینجا دروغ میگوید یا سازمان ملل؟ بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و تشت و سوشی آوردون کتوائیم. زه فکر کومه که سره اوگوری واز دا افغانستان اووزی که نور منتکو تو اوگوری پا اغو منتکو کم پا اسلامی مالوکو که لکه دا وسانی حالاتو که چمر اوگورو دا پلسطین موضوع دا ملل متحد یک طرفه پا اسلامی پا غده اکی کریدی او پا غده طرف که یک طرفه چلیدی که دا سره بیا رازی برتا دا افغانستان سابقه تا اوگورو که پا افغانستان که اشغال رالی مشل کاله دلتا افغانستان پی شغال که تیر کرده. البته اغا وقت کم خلق دا اغا چوک چرات لده دا ملل متحد پی اجازه با دیراله. ملل متحد رو طول چه دلتا دیمکراسی نسته. ملل متحد دا اغا خلق رو طول ملل متحد چه دلتا دیمکراسی نسته. مواد مخدیر دی او نور داسی حالات پا افغانستان که دی چه سامادی و نور دی دا خبره بیا کول تراغری ده نور دا طول آغا شان و چه آغا خلگو دا ملل متحد پا واسطه بندی سپنده سلویش پر سلویش ممالک رال افغانستان تا دا ملل متحد پا واسطه بندی پا افغانستان که مداخله وکرل نور دا پیکر کومه چه تروس پری ملل متحد دا افغانستان دا حکومت سره یوازې نه دی اخیستی. د ملل متحد ټوله مقابله و مبارزه و مخالفت چې دی هغه د افغانستان د ملت سره دی. بله، شما یک تعریفی از حکومتداری داشته باشین، حکومتداری را که طالبان میکنه چگونه؟ حالا بس اگر سر سازمان ملل بره، سازمان ملل در همه کشورها دسترسی دارن و در اونجا زیر نظارت از کل کشورها کارهاشن. در مورد فلسطین فعلا اینجا ما در مورد افغانستان صحبت میکنیم، در کنار فلسطین خیلی از کشورهای دیگه است. در افغانستان زن آموزش از حق آموزش محروم است، از حق کار محروم است. حالا موجودیت گروه های دیگه حراس افغان، رهبر القاعده در داخل کابل مگر کشته نشد، در اونجا دریافت نشد، موارد دیگه این چنینی. حالا حکومت داری را که طالبان میان ادامه کنه و چیزی را که شما میگین چی است واقعا تعریفش؟ نو زه خپله دوی وایمه چې اول د ملل متحد موضوع دا ده چې اوس که دا نور ملکو ته ما اشاره وکړه که د هغو طرفداري دوی کوي او د دوی خبره دی ته نه ځي. ملل متحد بیا قدرت و بیا واکه دی، خپله د ملل متحد بیا واکي خپله په دې باندې دلالت کوي چې په ملل متحد کې هغه څوک قدرت لري چې هغه قدرتمن ملکونه وي. ملل متحد خو باید چې بیا غیر جانبداره یو څوک سي، خو دوی هغه دي د هغو قدرتو د هغو طاقتو په لار باندې روان دي. لیکه اوس سړی په اوسني حالاتو کې په افغانستان کې وګوري، په افغانستان کې فقر و احتیاج و مسکنت و دربدري هغه هغه فقر و احتیاج و مسکنت و دربدري ده چې هغه دا دور څلوېښت کاله جنګو په افغانستان کې راوړې ده. نو زما فکر باندې هغه جنګونه چې دي هغه هم د ملل متحد په مشوره باندې په افغانستان کې شروع شوي دي. دغه سوي دي ملل متحد نن باید چې په دې باندې زور لګولی وای چې په افغانستان کې د فقر د منځه وړی وای، خلکو سره کومکونه کړي وای، خلک یې کومکو ته راجلب کړي و. البته نن ملل متحد په دې باندې دې ته ګوري چې هغه خلک چې هغه د اشغال په نامه باندې افغانستان ته راغلي و هغه خلک نه غواړي چې د افغانستان خلک یعنې ملت ته افغانستان هغه غني سي او هغه مستغني سي او هغه ته یو شی برابر سي. بله، ببخشید من صحبتتان قطع کردم، فقط میخواستم اضافه کنم حالا همین فعلا هم طالبان با پولی که سازمان ملل برشان کمک میکنه حکومت داری خاطر پیش میبرند. در ضمنش حالا مگر سازمان ملل گفته که دختر افغانستان مکتب نره، مگر سازمان ملل گفته که زنان را در داخل خانه بشانین، مگر سازمان ملل گفته که شما آزادی های رسانه ها را سلب بکنین، کلی چیزها را مگر سازمان ملل مشوره داده؟ حالا که باید تغییر اومده باشه با نقدی که شما میکنین د افغانستان د حکومت
د رسمیت پیژندلو یا د افغانستان سره د تعامل خبرې د تعامل کولو دا موضوع ډیر اسانه ده که اوس ملل متحد دا غږ وکړي چې دلته موضوع ډیره د قطر مثلا دلته مطرح کیږي چې د قطر یا د دوحې په تړون کې طالبانو سرغړونه کړې ده. طالبان وایي چې امریکا سرغړونه کړې ده. ملل متحد مننه ولر څه وایي دې خبرې ته به د پای ټکی کړي وایي ته چې نظر به په دې موضوع باندې کړی وای. خو البته نن خدا یو بانه ده ملل متحد هم دغه بانه د باندې نشي وړلای چې دی خلکو ته یو چا ته ګوته ونیسي چې دا دلته دغه په دغه دې کې بانه وکړه. ملل متحد خو ځان به چې یک طرفه کې کی به کچیر و د دوحه د غونډې خبره یا د دوحه د تړون خبره په یو طرف باندې په بل طرف باندې ملامتیا او غرضی او په دې باندې به د طالب هم باندې بل سم کیږي. ښه خبره به دا وای چې هغه حل سو وای دلته په افغانستان کې هغه د تعلیمو موضوع هم راغلی وای نور به هم راغلی. قرآن دې خبره ته چې د تعلیم خبره وکړه زه خپل اوس په دې باندې یم چې په افغانستان کې تعلیم ته ضرورت شته. خو البته په داسې چوکاټ کې چې هغه د افغانانو د انانیت سره د اسلامي نظام سره د اسلامي طریقې او لارې سره برابر وي هغه ته ضرورت شته. دا چې بیا څوک یې کوي یا څوک یې نه کوي هغه ملل متحد باید په هغه صورت کې یو لارو ته پیدا کړی وای د خبرو د لارې دا خبره حل کړې وای. خو البته اوس ملل متحد د یو عداوت په شکل باندې او د دښمنۍ په شکل باندې په یو طرف کې ولاړ دی. ښه خبره د ملل متحد سره دا نه ده په افغانستان کې خبره ودایي چې ملل متحد را ولاړ سي د افغانستان په فقر هم د منځه یوسي د تعلیم موضوع هم رامنځته کړي او د دوحې موضوع هم بېرته تجدید نظر باندې وکړي. د ملل متحد دغه کار دی دا کار باید چې دوی سر ته ورسي د افغانستان دغه بسیار تشکر از صحبتتان جناب سید اکبر آغاز و پیشین رهبری گروه طالبان. آصف علی زرداری به عنوان رئیس جمهور جدید پاکستان انتخاب شد. در انتخابات که امروز در مجلس سنا ملی و 4 پارلمان ایالتی کشور برگزار شد، زرداری رهبر حزب مردم پاکستان با گرفتن 411 رای به عنوان رئیس جمهور این کشور انتخاب شد. رقیب او محمود خان اتکزایی که مورد حمایت حزب تحریک انصاف بود 181 رای گرفت. پست ریاست جمهوری در پاکستان یک مقام تشریفاتی است، اما رئیس جمهور می تواند مجلس نمایندگان را لغو کند. احمد سعیدی کارشناس امور سیاسی از سوئیس با ماست. آقای سعیدی، چهره های سیاسی تکراری یکی پس از دیگر در پاکستان به قدرت رسیدند. پس از شهباز شریف که نخست وزیر شد، حالا آصف علی زرداری به مقام ریاست جمهوری رسید. آصف علی زرداری شوهر بی‌نظیر بوتو است، 69 سال عمر دارد، به قوم بلوچ است. کسی است که دور دوم ریاست جمهوریش است، از جمله 14 مرتبه که ریاست جمهوری پاکستان بوده. اما دلچسب است که در اکثر دنیا زنها است، مردها از لیاقت و اهلیت خود به قدرت می‌رسند، اما آصف علی زرداری از شهرت و عقل و سیاست زن خود رئیس جمهور می‌شود، نه در لیاقت خود. آصف علی زرداری در دوره پیش که ریاست جمهور بود از نگاه استفاده جویی بولی خیلی بدنام آدمیه. آصف علی زرداری به نام آصف علی زرداری دایکیات میشه، یعنی وقتی که زنش نخست وزیر بود هر کاری را که اجرا میکرد از خانم خود امضا میگرفت، 10% پولیش رو میگرفت و اختلاس مشهور است. بنابراین متاسفانه ائتلافی که تشکیل شد یک آدمی است که از نگاه بولی خیلی آدمی خوشنامی نیست بلکه آدمی بدنامی است، آن رئیس جمهوری پاکستان شده. بله، وضعیت در کل در پاکستان چگونه میبینید با توجه به تحولات اخیر؟ مثلا عمران خان در زندان است و طرفدارانش همچنان نسبت به نتیجه انتخابات اعتراض دارند و از طرف دیگر دو چهره سیاسی تکراری دوباره به قدرت رسیدند. پاکستان به کدام سو روان است؟ به سوی ثبات سیاسی یا این کشور سر دچار هرج و مرج سیاسی خواهد شد؟ حکومت موجود پاکستان تحت ریاست شهباز شریف خیلی شکننده است. عمری از این حکومت بسیار کوتاه خواهد بود. مشکلات اقتصادی زیادی دامنگیرشان است، مشکلات امنیتی زیادی دامنگیرشان است. دلچسبی است که حزب مردم پاکستان یعنی حزب خانم بی‌نظیر بوتو ائتلافی را که با حزب مسلم لیگ تشکیل داده گفت ما شامل کابینه نمیشیم، به خاطر اینکه کابینه عمرش کوتاه خواهد بود. چی میشه؟ ریاست سنا از ما باشه، ریاست جمهوری از ما باشه و بس. به این حساب من فکر میکنم که عمری از این حکومت 6 ماه زیادتر نخواهد بود.
یا کودتای نظامی صورت میگیره یا خود به خود حکومت در داخل خود سقوط میکنه و طرف انتخابات دوم میره. به خاطر اینکه این حکومت خیلی شکننده است. اگر شهباز نواز شریف میفهمید که این حکومت حداقل دو سال میتونه دوام بکنه، خودش نخست وزیری را قبول میکرد. به او خاطر و کردن برادر خود انداخته که یک آدمی 72 ساله ضعیف و مریض است، نمیتونه کشور را اداره کنه. زمانی میگیم که حکومت جدید در پاکستان خیلی شکننده است، منظورتان چی است؟ یعنی چی اتفاق بالای این حکومت خواهد افتاد؟ اول یک حکومت ائتلافی است که حزب مردم پاکستان در کابینه شرکت نمیکند و کابینه را شهباز شریف وزیر خود را آقای امان اعلان نکرد، به خاطر اینکه تا انتخاب رئیس جمهور شد. اگر کابینه را اعلان میکرد، یک تعداد از ائتلاف میبرآمدند، یعنی وزیر نمیشدند، ائتلاف را ترک میکردند. به او خاطر کابینه را اعلان نکرد تا انتخاباتی رئیس جمهور یعنی آصف علی زرداری صورت گرفت. شاید دیگه سوای دو روز بعد کابینه اعلان کنه، یک تعداد بعد از اعلان کابینه از ائتلاف میبرند، مانند مهاجر قومی مومد یا حزب مهاجر که هست. و همچنین حزب بی‌نظیر بوتو هم در کابینه اشتراک نمیکنه. بنابراین اشخاصی آزاد و مسلم لیگ میان. من باز تکرار میکنم که از نگاه اقتصادی، از نگاه امنیتی و از ائتلاف شکننده عمری از این حکومت خیلی کوتاه است. بله، و خیلی کوتاه الان میخوایم بحث ارتباط بدیم با اوضاع افغانستان. شما همیشه گفتین که اکثر رهبران سیاسی در پاکستان نگاهشان نسبت به پاکستان خصمانه است. شهباز شریف و آصف علی زرداری خیلی کوتاه بگین در گذشته به افغانستان چگونه میدیدن و حالا چگونه میبینن؟ اول خو در موضوع افغانستان و کشمیر اردوی پاکستان تصمیم میگیره، استخبارات تصمیم میگیره، حکومت ملکی. ولی من اونقدر که معلومات دارم به دوره شما میفهمم که اسامه بن لادن به زمان زرداری کشته شد. زرداری و شهباز شریف خیلی بنیادگرا نیستند، نسبت به تمایل طالبان زیادتر با عمرالخان است. یعنی عمرالخان زیادتر پشتیبان طالبان بود نسبت به نواز شریف و شهباز شریف و آصف زرداری. ولی به هر صورت تصمیم گیرنده اینا نیستند، استخبارات اردو است، نه حکومت ملکی. احمد سعیدی، کارشناس امور سیاسی، از حضورتان در برنامه ممنون. و ممنون از شما همچنان که برنده افغانستان تنشان هستید. چند خبر کوتاه از جهان داریم. وزرای خارجه ترکیه و آمریکا در واشنگتن دیدار کردند. در این دیدار هاکان فیدان از ایالات متحده آمریکا خواسته برای رسیدگی به وضعیت مردم در غزه اقدام فوری کند. دیدار بلینکن با هاکان فیدان یک روز پس از پیوستن رسمی سویدن به ناتو انجام شد. دو وزیر خارجه درباره رسیدگی به نگرانی‌های ترکیه در مورد حضور کردهای مخالف انقره در سویدن و جنگ اوکراین نیز بحث کردند. بارانهای شدید و وزش طوفان زندگی را در شهر تجاری دبی مختل کرده است. بر اساس گزارش‌های رسیده، حمل و نقل شهری در این شهر دچار اختلال شدید شده و پروازها نیز کنسل شده است. هواپیماها از فرودگاه‌های شهرهای مجاور پرواز کردند. مقامات از مردم خواسته در خانه بمانند، از رانندگی نیز پرهیز کنند. و از طرف دیگر روزهای جمعه و شنبه طوفان‌های شدید در فرای بنتوس اوروگوئه به وقوع پیوست که باعث ویرانی‌های زیاد شد. مقامات محلی میگویند که طوفان ویرانی‌های زیاد را به بار آورده و لاین‌های برق رسانی را نیز قطع کرده است. تصاویر نشان می‌دهد که طوفان شدید بوده و درختان را تکان می‌دهد و اشیای بزرگ را از جا کنده است. البته معذرت می‌خواهیم که تصاویر اشتباه از خبر دیگر نشر شده. سازمان ملل هشدار داده که در صورت حمله اسرائیل به رفح فلسطینی‌های بسیار زیاد کشته خواهند شد. سخنگوی کمیساریای حقوق بشر سازمان ملل گفت که حمله احتمالی اسرائیل به رفح، جایی که 1,500,000 نفر در شرایط اسفناک و غیر انسانی آواره شدند، تلفات جانی زیادی در پی خواهد داشت. سخنگوی وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا گزارش کشته شدن 5 نفر در غزه به اثر باز نشدن چتر نجات محموله کمک‌ها را رد کرد. جنرال رایدر با ادامه کمک رسانی به مردم غزه و باز کردن مسیر دریایی از قبرس به غزه نیز تاکید کرد. نیروهای فرماندهی مرکزی آمریکا صبح امروز برای چهارمین بار مواد غذایی ضروری را برای مردم غزه پرتاب کردند. مجموع وعده‌های غذایی که ما از طریق احباب برای مردم غزه فرستاده ایم به بیش از 124,000 وعده غذا رسیده. ما به تلاش خود برای ارائه کمک‌های بشردوستانه نجات بخش به مردم غزه ادامه می‌دهیم. گزارش‌ها مبنی بر این که پرتاب‌های هوایی ایالات متحده منجر به تلفات غیر نظامیان در غزه
غزه شده نادرست است، زیرا همه بسته های کمکی ما به سلامت بروی زمین فرود آمدند. حوثی‌های یمن از انجام حملات جدید و هدف قرار دادن کشتی‌های آمریکایی خبر دادند. یحیی سری سخنگوی این گروه اعلام کرد که نیروهای آنها در دو عملیات جداگانه یک کشتی آمریکایی را در خلیج عدن و چند ناو آمریکایی را در دریای سرخ هدف قرار دادند. حمله‌های پهپادی و موشکی حوثی‌ها باعث اختلال مسیر کشتی‌های تجاری در چند ماه گذشته بوده است. 37مین حراج آثار هنری بنیاد هیمارنر مدرن از 9 تا 14 ماه مارس در شهر البته هالند برگزار می شود. در این حراج هنری تاکید ویژه برای آثار ون گوگ نقاش نامدار هالندی است و رضای محمدی هم این گزارش را تهیه کرده است. از 9 تا 14 اسفند یا ماه حوت 270 فروشنده آثار هنری و 22 گالری نامدار آثارشان را برای نمایش و فروش در این نمایشگاه مهم عرضه می کنند. در شهر ماتریخت هالند در 37مین سال حراج بنیاد هنر مدرن، جایی که یکی از عجایب نقاشی تاریخ سر برآورد و بالید و با غربت و فقر و اندوه سر به خاک نهاد. ون گوگ نقاشی که تاریخ زیبایی شناسی را تغییر داد و هر تابلویش شاهکاری از هنر است که به اندازه اجرای همزمان 100 ارکستر سمفونیک اعجاب انگیز و روح‌افزاست. در این حراجی از آثار مرمری تا گوشواره‌های زرکوب جواهر نشان تا لباس‌های زربفت تا نقاشی‌های تربورچ، بزرگترین نقاش زن هالندی در قرن 17، می‌شود تاریخی از تحول ذوق انسانی را به تماشا نشست. مسئله ویژه در مورد تفاف این است که ما تقریباً 7000 سال تاریخ هنر، 7000 سال خلقت بشر را پوشش می دهیم. خواه این هنرمندان یا صنعتگران زنده یا مرده باشند و هر چیزی که اینجا می بینید توسط دست انسان ساخته شده است. همه چیز در مورد خلقت است. ما با بررسی بسیار بسیار قوی اشیا معروف بوده ایم. بنیاد هنرهای زیبای اروپا که اکنون با نام اختصاریش تفاف شناخته می شود، از ادغام دو نمایشگاه هنری دیگر، پکچرا و آنتیک انترنشنال، که در زمینه نقاشی و عتیقه تخصص داشتند، متولد شد. اولین نمایشگاه تفاف و سال 1988 برمی‌گردد که 98 مجموعه دار در آن شرکت کردند. و آنچه در اینجا می‌بینید بهترین از بهترین هایی است که در حال حاضر در بازار هنر موجود است. شاید حراجی‌های کریستیز و ابوظبی بزرگترین نمایش هنری جهان باشند، اما این حراجی در ماتریخ فقط برای سرمایه گذاری پولدارها برگزار نمی شود. تاریخ زیبایی و ذوق را به نمایش می گذارد. آنچه که فرق انسان متمدن و انسان نامتمدن است. چرا که بشر بیش از هر چیزی به زیبایی نیازمند است. رضا محمدی، لندن. شورای امنیت سازمان ملل روز جمعه با تصویب قطعنامه خواستار توقف فوری خصومت‌ها در سودان در ماه رمضان شد. جنگ داخلی در سودان یک سال پیش آغاز شده و سازمان ملل هشدار داده است که 5 میلیون نفر در این کشور در معرض تهدید گرسنگی هستند. و به این ترتیب رسیدیم به پایان خبرهای امشب. ممنون که ما را همراهی کردید. و تازه ترین خبرهای افغانستان را از طریق تلویزیون، رادیو و آنلاین افغانستان اینترنشنال دنبال کنید. وقت بخیر.